برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در روزهای اخیر ویدیوهایی از برپای جشن به همراه موسیقی و با حضور زنانی با لباس نامناسب در یکی از مساجد شهر کاشغر چین منتشر شده است. این مسجد که در یکی از شهرهای باستانی ترکستان شرقی به ثبت رسیده به جاذبه گردشگری تبدیل شده و چینی ها در آن مشروبات الکلی می نوشند. لازم به ذکر است دولت مرکزی چین در چند سال اخیر بر سیاست ها و رفتارهای های خود علیه مسلمانان افزوده است منابع محلی در حومه حسکه به خبرنگار اسپوتنیک اعلام کردند که 25 زندانی وابسته به سنیهای تندروی داعش از زندان تحت کنترل نظامیان موسوم به پلیس نظامی وابسته به ارتش ترکیه در شهر رسول عین در شمال استان حسکه فرار کردند این منابع افزودند که 25 داعشی یاد شده شامل ده عراقی، یک سعودی، یک کویتی و 13 سوری هستند که در یک عملیات امنیتی در پایان سال گذشته میلادی دستگیر شده بودند. خبرگزاری اسپوتنی که اسامی و مشخصات این 25 داعشی فراری را منتشر کرده است <applause> علی المیالی معاون دوم استاندار کربلای معلا از آغاز ساخت مرحله نخست مسیر جدید بغداد به شهر مقدس کربلا با هدف تسهیل رفت و آمد زایران به ویژه در ایام عربین حسینی خبر داد وی در ادامه افزود محمد شیال سودانی نخست وزیر عراق دستور آغاز این مرحله را رسما صادر کرد تا این بخش از مسیر برای اربعین حسینی به بحر برداری برسد و آماده استقبال از زائران باشد. طول این مسیر 13 کیلومتر است.